در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از ادامه ناامنی‌ها و نقض حقوق بشر در سوریه خبر می‌دهند، طرح جنجالی سازمان ملل برای بازگرداندن 30,000 آواره سوری از لبنان به این کشور با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. سازمان ملل متحد با وجود هشدارهای سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر ادامه ناامنی‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در سوریه اعلام کرده است که قصد دارد 30,000 آواره سوری را از لبنان به کشورشان بازگرداند. این تصمیم سازمان ملل با استقبال دولت لبنان و انتقاد شدید فعالان حقوق بشری روبرو شده است. دولت لبنان از این طرح استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت کاهش بار پناهندگان بر کشور خود می‌داند. اما فعالان حقوق بشری بر این باورند که بازگرداندن آوارگان به کشوری که همچنان درگیر جنگ و ناامنی است، نقض آشکار حقوق بشر است و جان این افراد را به خطر می‌اندازد. شبکه حقوق بشر سوریه به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را اقدامی خطرناک و غیرقانونی دانسته است. این شبکه تأکید می‌کند که بازگرداندن آوارگان به سوریه به معنای قرار دادن آنها در معرض خطر شکنجه، ناپدید شدن اجباری و حتی قتل است. کمیته تحقیقات بین‌المللی در مورد سوریه نیز با این طرح مخالفت کرده و اعلام کرده است که سوریه همچنان برای بازگشت آوارگان ناامن است. این کمیته تأکید کرده که شهروندان سوری همچنان از فقدان حاکمیت قانون و ناامنی رنج می‌برند و موج خشونت در این کشور بی سابقه است. آمارها نشان می‌دهند که تعداد آوارگان سوری که به کشور خود بازگشتند در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. این مسئله نشان می‌دهد که بسیاری از آوارگان تمایلی به بازگشت به کشوری ندارند که امنیت و ثبات در آن برقرار نیست. این تصمیم سازمان ملل سوالات جدی درباره استانداردهای این سازمان در قبال حفاظت از پناهندگان ایجاد کرده است. به همین لحاظ این سوال در میان بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر مطرح شده که آیا سازمان ملل حاضر است به خاطر منافع سیاسی یا اقتصادی جان پناهندگان را به خطر بیندازد؟ در نهایت این تصمیم سازمان ملل نشان می‌دهد که بحران سوریه همچنان ادامه دارد و حل آن نیازمند تلاش‌های بین‌المللی گسترده است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی و مدافعان حقوق بشر معتقدند تا زمانی که امنیت و ثبات در سوریه برقرار نشود، بازگرداندن آوارگان به این کشور اقدامی خطرناک و غیر قانونی خواهد بود.